سوار بر بالون از منطقه شالوت فریاد میزنه کارمون تمومه. آرتور گرگا رو با اسلحه میکشه. شالوت میگه زندگی کردن این بیرون فکر میکردیم آسونه ولی خیلی سخته. فکر کنم برای تو راحت باشه، احتمالا کل عمرتو در سفر بودی، ولی احتمال میدم خودتو با زندگی شهری خوب وفق بدی. زندگی شهری بدون هیجان و حوصله سربره، ولی سختیهای کمی هم داره. به دم در میرسن. شالوت از آرتور تشکر میکنه و میگه بازم بهم سر بزن، الان خیلی خستم و نمیتونم دعوتت کنم، دفعه بعد وضعم خیلی بهتره. ازت ممنونم آقا. آرتور به محل کار پروفسور دراژیک میره، همون شخصی که در دریاچه سن دنی قایق اسباب‌بازیش رو هدایت میکرد. وارد که میشه صدایی میاد. اگه میخوای از من دزدی کنی، وسیله‌ای دارم که اندام داخلی بدن تو حل میکنه و میریزه کف زمین. آرتور داد میزنه پروفسور من نیومدم ازت دزدی کنم. منو یادت میاد؟ تو دریاچه کمکت کردم. پروفسور میگه آهان، دلغک آمریکایی. تو مزاحمم شدی. باعث شدی یه ایده ناب از دستم بپره. البته تقصیر خودم بود. چند تا ردیاب فلز و وسیله بهش میده. آرتور میگه من از این چیزا سر در نمیارم. پروفسور میگه البته که سر در نمیاری، تو آمریکایی هستی، علم بهت نیومده. زود باش برو.
آرتور با دستور پروفسور میره ردیاب ها رو در تپه ها جایگذاری میکنه. بارون شدیدی میاد و دائم داره رد و برق میزنه. ردیاب ها باعث میشن رد و برق هدایت بشن. بعدش میره بالای یه برج و کلیدها رو روشن میکنه. رد و برقی به برج اصابت میکنه و برق به سمت دستگاه پروفسور میره. پروفسور میگه حالا من بعد از خدا دومی خالق در جهان هستم، کسی که میتونه به فلز حیات ببخشه. کلیدو میزنه. یه آدم آهنی چند قدم راه میره و بعدش میفته زمین. پروفسور میگه تو همینجا شمالیه، عالیه، من حالا یه پسر دارم، خیلی خوشحالم، خدای شکرت. آتور از پیش اون پروفسور دیوونه میره. برای شنیدن ادامه داستان به پارت بعدی مراجعه کنید. همچنین شما میتوانید برای درک بهتر داستان ویدیو گیم پلی کامل بازی رو در لینکی که پایین ویدیو قرار خواهیم داد مشاهده کنید.